درود بسیار به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا بار دیگر در آن سوی خبر در خدمت شما هستم توی امروز فردا توی هفته آینده احتمالاً یه تغییراتی رو مشاهده خواهید کرد بعضی استراری و بعضی خوب اختیاری است این تغییرها رو داشته باشید حالا تا ما بتونیم اقدامات دیگری هم بکنیم که حداقل مجموعه خبری ما این مقدار متفاوت با دیگر خبرها باشه جمهوری اسلامی بعد از قتلهای زنجیری و قتل مخالفان در خارج از کشور ظاهرا متعهد شد که دیگر دست به این جرائم و جنایات بزرگ نزنند گفتند در پس پرده در رابطه با اتحادیه اروپا تعهداتی الزام آور از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شد اما روز گذشته در دولت آقای حسن روحانی پلیس ترکیه پیکر سید جمال حسینی اسفندیار بهارمس سردبیر خبرگزاری هرانا و از مسئولان ارشد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را پشت میز کارش و در حالی یافت که ساعاتی پیش جان سپرده بر اساس اطلاعاتی که ارانا منتشر کرده صبح سه شنبه چارده امرداد ماه پنجم اوت پلیس ترکیه پیکر بیجان سید جمال حسینی را که از مسئولان ارشد این سازمان بود در منزلش در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده میشد پیدا کرد. بر اساس گزارش های دریافتی هنوز از علت مرگ ناگهانی این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اطلاعی در دست نیست اما پلیس ترکیه تحقیقات خود را در این باره آغاز کرده است حسینی سی و چار سال داشت و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود او نقش بسیار برجسته ای در پیدایش رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سالهای فعالیت آن بر عهده داشت روان شاد و نامش بلند آوازه بود در جمهوری ولایت فقیه دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران که مشاور وزیر دادگستری هم هست و وزیر دادگستری هم که معرف حضورتون هست آقای مصطفی پور محمدی قاتل بزرگ دبیر مرجع و مشاور ایشون با اشاره به پرونده تجاوز نازم یک مدرسه در تهران به تعدادی از کودکان دانش آموز گفته است که تعرض نازم مدرسه گاهی با رضایت دانش آموزان همراه بوده و یک کشش دو طرفه وجود داشته است طبیعتا فارغ و تحصیلان حوزه اگر این حرف رو می زدن پذیرفتنی بود ولی آقای مزفر الوندی ظاهرا یه کارشناسه یه آدم تحصیل کرده است و ایشون در گفتگو با خبرگزاری کار ایلنا گفته متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چون این اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسئله جهانی است ماجرای تجاوز نازم یک دبستان در شهرک غرب تهران به دانش آموزان حدود سه ماه قبل و با تجمع والدین این دانش آموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش رسانه ای شد این نازه متهم به تجاوز به حداقل شش کودک هشت تا یازده ساله است امری که منجر به بازداشت او شده است ولی تصور کنید این آقا میگوید اشکالی نداره چون تجاوز در بعضی از موارد با رقبت متقابل بوده یعنی همون که در حوزه اتفاق میفته ولی در یک مدرسه دانش آموز 8 ساله آیا میتواند تمایل متقابلی نسبت به بزرگتری داشته باشد که با استفاده از موقعیت خودش از او سو استفاده جنسی میکنه قوانین جمهوری ولایت فقیه هم اگر حتی به اون قوانین استناد بکنیم همه حکایت از این میکنند که اگر بزرگسالی نسبت به خورد سالی تعرضی کرد که از زیر 18 سالم در واقع بچه ها بالغ به حساب نمی آیند از نظر قانونی این تجاوز محسوب می شه. و در طول زمانهای های گذشته مشاهده کردیم روابط جنسی بین دو جنس به خصوص اگر نرینه باشند گهگاه به ادام منجر شده و فائل در اغلب موارد اعدام شده نمونهش در مشهد بود که یادمون هست و اگر فائل غیر مسلمان باشه که قطعا اعدام خواهد شد و مفعول مسلمان باشه اما شکل دیگرش رو ندیدیم حتی یک روحانی بسیار سرشناس در اواخر زندگی آیت الله خمینی با این اتهام که با یک جوان ارمنی رابطه جنسی داشته در حالی که گفته میشد اون زمان نباید او رو اعدام بکنند او رو هم اعدام کردن چون گفتن در مجالس خاصه خودش تقلید آقای خمینی رو در می ولی حالا خیلی شگفتی آوره یک مسئول حمایت از کودکان میگوید اشکال نداره بعضی از این کودکان دلشون میخواست این اخلاق اسلام ناب انقلابی است شما فرزندانتونو به مدارسی میفرستید که اگر خدای ناکرده نازمش یا معلمش یا مدیرش به فرزند شما تعرضی کرد مصطفی پور محمدی و دستیارش و مسئولان قوه قضایی میگویند بعضی از این بچه ها دلشون میخواسته. بچه نابالغ مهدی طائب آشنای هم است برادرش حسین رئیس اطلاعات سپاه است و ایشون هم رئیس قرارگاه امار کسی است که سیسکی جمله معروفش تاریخی شد و نمادی از وطن پرستی ارکان رژیم اسلام ناب محمدی یایتونه گفته بود سوریه برای ما به مراتب اهمیتش از خوزستان بیشتره حالا ایشون جملات تازه گفته علیه اکبر هاشمی رفسنجانی که من به تفصیل براتون گفتم فعلا مورد قذب مقام معظم ولایت هست و از هر سو آقا دستور دادن که افراد مطیع ایشون و نوکرانشون به هاشمی حمله کنند. آقای طائب گفته هاشمی از قطار انقلاب پیاده شده مردم ایران امام زمانی هستند و به همین دلیل همه مشکلات را تحمل میکنند چون امام زمانی هن. چون کلاه سرشون گذاشتید و گفتید امام زمان میاد و به شما عدالت رو توضیح میکنه نایبش هم فعلا هست ایشون گفته مسئولان ما باید امام زمانی باشند و امریکا را به حساب نیاورند نیشی به روحانی زدن که دل به عشق آمریکا بسته و ایشون گفته که مشکلات اقتصادی ایران در رابطه با آمریکا حل نخواهد شد نگاهی که آقای طیب نیا آقای ظریف و آقای روحانی دارن در اشاره دیگری به اکبر هاشمی رفسنجانی نیز گفته اینکه بچه فلانی دارد محاکمه می شود در میان مردم به ما آب از آب تکان نمی کنند. در حالی که این موارد و ضعف بزرگان ما می توانست مردم را از خط خارج کند چرا پسر آقای هاشمی محاکمه می شود چرا مردم باید از خط خارج شود از یک نماینده مجلس هم بشنویم که گفته مهدی هاشمی برای اینکه ردی از خود به جای نگذارد با آیدی جعلی گامبو به خارجی ها ایمیل میزد حالا معلوم چرا باید آیدی گامبو رو بذاری این همه آیدی های مختلف یعنی باید خود آدمی که چاقه بیاد بگه من گامبو هم چنین آیدی بذاره خب آیدی دیگری میذاره به حال دومین جلسه دادگاه آقای هاشمی روز یکشنبه هفته جاری به طور غیر برگزار شد که در رابطه با اون ما صحبت کردیم مهدی هاشمی به گفته محسنی اجعی متهم به جرام امنیتی و اقتصادی است یادتون باشه اول اقتصادی بود امنیتی هم اضافه شد که کمترینش به مقام معظم ولایت و فاش کردن اسرار خانوادگی ایشون به خصوص درباره فرزندان ایشان است که بنده نیز در برنامه ها مفصل این اطلاعات رو برای شما باز گفتم اما منبع آقای مهدی هاشمی نبود در این زمینه گزارشی داریم که توجه شما را به اون جلب میکنه حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در سرمقاله آخرین شماره هفتنامه متعلق به خود نه دی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی مدعی شده که او برای اینکه اثری از خود باقی نگذارد و به اصطلاح دم به تله ندهد بسیاری از مطالب و اطلاعات رد و بدل شده بین خود او و عناصر خارجی را با ایمیل هایش به نام های مختلف رد و بدل می کرده است رسایی با بیان اینکه در دولت قبل از نمایشگاه عمومی اسناد پرونده مهدی هاشمی در وزارت اطلاعات بازیده چند ساعته داشته اضافه کرده که این ایمیل ها قطعا می میچماند به عنوان جعبه سیاه تخلفات گسترده ای این فرد صد زیادی را در اختیار مقامات زیربند قرار دهد این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفته های خود هم اظهار داشت وقتی مردم کوچه و بازار از تخلفات فردی میشنوند که بیش از 20 سال است به آن رسیدگی نشده از خود میپرسند که چرا عدالت تاکنون درباره این فرد اجرا نشده است و البته بلا فاصله در ذهن خود به آن پاسخ میدهند به گفته رسایی توقع افکار عمومی این است که با فرزند هاشمی رفسنجانی همان برخوردی صورت گیرد که اگر فرزند یک کشاورز فرزند یک کارگر فرزند یک روحانی عادی فرزند یک معلم فرزند یک کارمند دولتی و یا فرزند هر یک از آهاد دیگر جامعه متهم به انجام این تخلفات بود با آنها صورت می گرفت. در حالی که دادستان کل کشور از غیر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی دفاع کرده رسایی می گوید قضایی نباید به غیر علنی بودن این دادگاه دهد بلکه با برگزاری علنی دادگاه باید ملت را در جریان ریز اتهامات و پاسخهای این متهم قرار دهد خصوصا که عامل اصلی فشار به قوه قضایی در این پرونده محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی را محاکمه خودش میداند و در برابر این اقدام عدالت طلبانه دستگاه قضا بیکار نخواهد نشست رسایی در بخش دیگری از این یادداشت خواهان آن شده تا علی اکبر حاشمی رفسنجانی نیز حداقل به عنوان مطلع و البته به عنوان اصلی ترین حامی مهدی به دادگاه فراخوانده شود وی در پایان هم گفت بیشک محاکمه بدون مماشات با فرزند حاشمی رفسنجانی موجب بیمه شدن نظام اسلامی خواهد شد و درس عبرتی برای همه مسئولان و فرزندان و خانواده های آنها خواهد بود تا به سمت تخلف نروند و از موقعیت های اداری پدران خود سوء استفاده نکنند و بدانند که اگر به سمت تخلف رفتند و سوء استفاده کردند سابقه و نفوذ پدرشان تأثیری در جلوگیری از اجرای عدالت ندارد در همین حال غلام علی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی درباره موزه هاشمی رفسنجانی در این زمینه گفت هاشمی مرد روزهای سخت و بحران است و برگزاری دادگاه فرزند ایشان که با خاص آیت الله به ایران بازگشتند یک اتفاق عادی است و برخلاف آنچه در برخی رسانه ها منعکس می شود ایشان هیچ رایزنی و دخالتی در جریان برگزاری دادگاه نداشتند. وی افزود رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با این چیزها به هم نمی ریزد. هاشمی در مسئله تلخ رد صلاحیت خود کاملا برخورد عادی با این موضوع داشتند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند چه برسد به دادگاه مهدی که اصلا موضوع بزرگی نیست گفتنی ساکنون دو جلسه دادگاه مهدی هاشمی روزهای شنبه و یک شنبه به طور غیر علنی برگزار شده است یاسر هاشمی همزمان با اولین روز دادگاه اتهامات برادر خود را سیاسی ذکر کرده بود اما محسنی اجعی دادستان کل کشور اتام های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی خوانده بودند. سخنگوی قوه قضایی گفته بود که دادگاه مهدی هاشمی با بیان اینکه بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیر علنی است گفته بود اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است. ظاهرا اینطور شده در جمهوری اسلامی که هر کی رد میشه یه مشتی حواله آقای رفسنجانی بکنند تا مقام معظم رهبری یک کمی دلشون خنک بشه و راحت بشن ولی جالب اینه که آقای علی العدیب از بزرگان حزب دعوه میره به ایران که از آقای خامنه ای جواز دوباره انتخاب شدن مالکی رو بگیره اما اول به دیدن آقای رفسنجانی میره اینم باز جالب به هر حال گفتن آقای خامنه ای رضایت دادن مالکی بره که حرف آیت الله سیستانی رو ایشون نمیتونه رد کنه در شهر گناباد شهری که رنگی از عرفان و تصوف داشت شهری که رژیم ولایت فقیه خانقاهاش رو ویران کرد و جایی رو که همگاه شماری از عارفان در آنجا جمع می شدند و ذکر حق می گفتند آنجا را بست آویش گنابادی را آزار داد این بار اما مردم در استان خراسان رضوی در شهر گناباد از مردم گناباد تجمع کردند در اعتراض به مرگ یک زن باردار مقابل فرمانداری این شهرستان جمع شدن معترضان جسد این زن را نیز به این تجمع منتقل کردند خبرگزاری ایسنا خبرگزاری دانشجویی دانشجویان محمد صفایی گفته محمد صفایی فرماندار شهرستان گناباد با حضور در جمع معترضان گفته است قول میدهم موضوع را تا روشن شدن علت مرگ این مادر باردار پیگیری کنم این سومین زن باردار است که در یک سال گذشته در شهرستان گناباد جانش را به دلیل مسائل مشکوک پزشکی از دست داده سری بزنیم به خلیج همیشه فارس احتزاز پرچم ایران در جزیره همیشه ایرانی ابو موسا با اعتراض شدید امارات متحده مواجه شده است دولت امارات از این اقدام تهران به سازمان ملل شکایت کرده است به گزارش ایسنا سفیر امارات در سازمان ملل در نامه به بنکیمون دبیر کل سازمان ملل مدعی شد که دولت امارات نسبت به این اقدام شدیدا معترض است با آن را نقض آشکار تفاهم نامه سال 1971 می داند. او مدعی شد که این تفاهمنامه نامه حق حاکمیت جزیره ابو موسا یا هر بخشی از آن را به ایران منتقل نمی کنند. سفیر و نماینده امارات در ادامه گفته است بر اساس این تفاهمنامه نامه دولت امارات از ایران می تا تمامی اقدامات انجام شده خود را در این جزیره ملغا کرده و پرچم ایران را نیز از آنجا پایین بکشد و به تفاهم نامه مذکور با دقت بیشتری بنگرد در پاسخ این ادعای امارات حسین خان مانده ایران در سازمان ملل طی نامه به بنکیمون با تاکید بر حق حاکمیت کامل ایران بر جزیره های گفته است که تصمیمات و اقدامات مسئولان ایرانی در این خصوص همواره بر اساس اصل حاکمیت و سلامت منطقی ایران بوده است این نکته رو توضیح بدم اماراتی که تا دیروز اصلا اسمی از تفاهم نامه 1971 می آورد الان به اون اشاره میکنه همینجا بگویم به جز بخشی که در این جزیره حاکمیت اون متعلق به شیخ نشین شارجه گفته شده بقیه جزیره در حاکمیت ایرانه همینطور آبها یک حاکمیت مشترک رو در اونجا گذاشتن مسئله حاکمیت کل مسکوت گذاشته شده ولی خیلی طبیعی است وقتی کشوری بر دو سوم یک جزیره حاکمیتش اعمال بشه حق داره پرچمش هم هر جایی بخواد بالا ببره اون منطقه هم که متعلق به شارجه است اونجا یک زمان یک پاسگاه کوچک شارجه ای بود که بعدا به امارات تعلق گرفت به هر حال سیاست های غلط جمهوری اسلامی گاهی اصل حقانیت ایران رو هم زیر سوال میبره اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از شلاق زدن دویست نفر در قزوین به جرم روزخاری در ملع عام خبر داده است محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی اعلام کرد جمهوری اسلامی به احکامی مانند اعدام و سنگسار و شلاق در قوانین خود افتخار می و از اجرای این احکام ناراحت نیست خیلی طبیعی است چون آقای لاریجانی و اهل بیتشون روز خالی میکنند کسی هم کاری به اون نداره اما اگر بیچاره ای که نتونست روزه بگیری یه لیوان آب خورد باید شلاق بخوره و تمام این احکام شدید فقط برای انسانهایی اعمال میشود که بند نافشون به ولایت و به قدرت وس نشده باشه گزارشی داریم در این زمینه که توجه شما رو به اون جلب میکنه بسیاری از مطالب و اطلاعات رد و بدل شده بین خود او و عناصر خارجی را با ایمیل هایش به نام های مختلف رد و بدل میکرده است رسایی با بیان اینکه در دولت قبل از نمایشگاه غیر عمومی اسناد پرونده مهدی هاشمی در وزارت اطلاعات بازدید چند ساعت داشته اضافه کرده که این ایمیل ها قطعا می به عنوان جعبه سیاه تخلفات گسترده این فرد سرنخ زیادی را در اختیار مقامات زیربط قرار دهد این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفته خود هم اظهار داشت وقتی مردم کوچه و بازار از تخلفات فردی میشنوند که بیش از 20 سال است به آن رسیدگی نشده از خود میپرسند که چرا عدالت تا کنون درباره این فرد اجرا نشده است و البته بلا فاصله در ذهن خود به آن پاسخ میدهند به گفته رسایی توقع افکار عمومی این است که با فرزند هاشمی رفسنجانی همان برخوردی صورت گیرد که اگر فرزند یک کشاورز، فرزند یک کارگر، فرزند یک روحانی عادی، فرزند یک معلم، فرزند یک کارمند دولتی و یا فرزند هر یک از آهاد دیگر جامعه متهم به انجام این تخلفات بود، با آنها صورت می گرفت. در حالی که دادستان کل کشور از غیر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی دفاع کرده، رسایی می گوید قضایه نباید به غیر علنی بودن این دادگاه تن دهد بلکه با برگزاری علنی دادگاه باید ملت را در جریان ریز اتهامات و پاسخهای این متهم قرار دهد ده خصوصا که عامل اصلی فشار به قوه قضایی در این پرونده محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی را محاکمه خودش میداند و در برابر این اقدام عدالت طلبانه دستگاه قضا بیکار نخواهد نشست رسایی در بخش دیگری از این یاد داشت خواهان آن شده تا علی اکبر حاشمی رفسنجانی نیز حداقل به عنوان مطلع و البته به عنوان اصلی ترین حامی مهدی به دادگاه فراخوانده شود وی در پایان هم گفت بیشک محاکمه بدون مماشات با فرزند حاشمی رفسنجانی موجب بیمه شدن نظام اسلامی خواهد شد و درس عبرتی برای همه مسئولان و فرزندان و خانواده های آنها خواهد بود تا به سمت تخلف نروند و از موقعیت های اداری پدران خود سوء استفاده نکنند و بدانند که اگر به سمت تخلف رفتند و سوء استفاده کردند سابقه و نفوذ پدرشان تأثیری در جلوگیری از اجرای عدالت ندارد در همین حال غلام علی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی هاشمی درباره موزه هاشمی رفسنجانی در این زمینه گفت هاشمی مرد روزهای سخت و بحران است و برگزاری دادگاه فرزند ایشان که با خاص آیت الله به ایران بازگشتند یک اتفاق عادی است و برخلاف آنچه در برخی رسانه ها منعکس می شود، ایشان هیچ رایزنی و دخالتی در جریان برگزاری دادگاه نداشتند. وی افزود، رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با این چیزها به هم نمی ریزد. هاشمی در مسئله تلخ رد صلاحیت خود کاملا برخورد عادی با این موضوع داشتند و هیچ واکنشی از خود نشان ندادند چه برسد به دادگاه مهدی که اصلا موضوع بزرگی نیست گفتنی ساکنون دو جلسه دادگاه مهدی هاشمی روزهای شنبه و یک شنبه به طور غیر علنی برگزار شده است یاسر هاشمی همزمان با اولین روز دادگاه اتهامات برادر خود را سیاسی ذکر کرده بود اما محسنی اجعی دادستان کل کشور اتهامهای مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی خوانده بودند سخنگوی قوه قضایی گفته بود که دادگاه مهدی هاشمی با بیان اینکه بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیر علنی است گفته بود اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است ظاهرا اینطور شده در جمهوری اسلامی که هر کی رد میشه یه مشتی حواله آقای رفسنجانی بکند تا مقام معظم رهبری یک کمی دلشون خنک بشه و راحت بشن ولی جالب اینه که آقای علی العدیب از بزرگان حزب دعوه میره به ایران که از آقای خامنه ای جواز دوباره انتخاب شدن مالکی رو بگیره اما اول به دیدن آقای رفسنجانی میره اینم باز جالب به هر حال گفتن آقای خامنه ای رضایت دادن مالکی بره که حرف آیت الله سیستانی رو ایشون نمیتونه رد کنه در شهر گناباد شهری که رنگی از عرفان و تصوف داشت شهری که رژیم ولایت فقیه خانقاهاش رو ویران کرد و جایی رو که همگاه شماری از عارفان در آنجا جمع می شدند و ذکر حق می گفتند. آنجا را بست دراویش گنابادی را آزار داد این بار اما مردم در استان خراسان رضوی در شهر گناباد از مردم گناباد تجمع کردن در اعتراض به مرگ یک زن باردار مقابل فرمانداری این شهرستان جمع شدند معترضان جسد این زن را نیز به این تجمع منتقل کردند خبرگزاری ایسنا خبرگزاری دانشجویی دانشجویان محمد صفایی گفته محمد صفایی فرماندار شهرستان گناباد با حضور در جمع معترضان گفته است قول میدهم موضوع را تا روشن شدن علت مرگ این مادر باردار پیگیری کنم این سومین زن باردار است که در یک سال گذشته در شهرستان گناباد جانش را به دلیل مسائل مشکوک پزشکی از دست داده سری بزنیم به خلیج همیشه فارس احتزاز پرچم ایران در جزیره همیشه ایرانی ابو موسا با اعتراض شدید امارات متحده مواجه شده است دولت امارات از این اقدام تهران به سازمان ملل شکایت کرده است به گزارش ایسنا سفیر امارات در سازمان ملل در نامه به بنکیمون دبیر کل سازمان ملل مدعی شد که دولت امارات نسبت به این اقدام شدیداً معترض است با آن را نقض آشکار تفاهم نامه سال 1971 می داند. او مدعی شد که این تفاهم نامه حق حاکمیت جزیره ابو موسا یا هر بخشی از آن را به ایران منتقل نمی کند. سفیر و نماینده امارات در ادامه گفته است بر اساس این تفاهم نامه دولت امارات از ایران می تا تمامی اقدامات انجام شده خود را در این جزیره ملغا کرده و پرچم ایران را نیز از آنجا پایین بکشد و به تفاهم نامه مذکور با دقت بیشتری بنگرد در پاسخ این ادعای امارات حسین دخان مانده ایران در سازمان ملل طی نامه به بنکیمون با تاکید بر حق حاکمیت کامل ایران بر جزیره رسگانه گفته است که تصمیمات و اقدامات مسئولان ایرانی در این خصوص همواره بر اساس اصل حاکمیت و سلامت منطقی ایران بوده است این نکته رو توضیح بدم اماراتی که تا دیروز اصلا اسمی از تفاهم نامه 1971 نمی الان به اون اشاره میکنه همینجا بگویم به جز بخشی که در این جزیره حاکمیت اون متعلق به شیخ نشین شارجه گفته شده بقیه جزیره در حاکمیت ایرانه همینطور آبها یک حاکمیت مشترک رو در اونجا گذاشتن مسئله حاکمیت کل مسکوت گذاشته شده ولی خیلی طبیعی است وقتی کشوری بر دو سوم یک جزیره حاکمیتش اعمال بشه حق داره پرچمش هم هر جایی بخواد بالا ببره اون منطقه هم که متعلق به شارجه است اونجا یک زمان یک پاسگاه کوچک شارجه ای بود که بعدا به امارات تعلق گرفت به هر حال سیاست های غلط جمهوری اسلامی گاهی اوقات اصل حقانیت ایران را هم زیر سوال میبره اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از شلاق زدن دویست نفر در قزوین به جرم روزخاری در ملع عام خبر داده است محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی اعلام کرد جمهوری اسلامی به احکامی مانند اعدام و سنگسار و شلاق در قوانین خود افتخار می و از اجرای این احکام هم ناراحت نیست خیلی طبیعی است چون آقای لاریجانی و اهل بیتشون روز خالی میکنند کسی هم کاری به اون نداره اما اگر بیچاره ای که نتونست روزه بگیری یه لیوان آب خورد باید شلاق بخوره و تمام این احکام شدید فقط برای انسانهایی اعمال می شود که بندنافشون به ولایت و به قدرت وز نشده باشه گزارشی داریم در این زمینه که توجه شما رو به اون جلب میکنه به گزارش خبرگزاری بسیج محمد جواد اردشیر لاریجانی در مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی گفت غرب فکر می کند نظام قضایی ما به دلیل اینکه مبتنی بر شرع است می آن را پنهان کنیم اما ما به این نظام قضایی افتخار می کنیم و از قصاص ناراحت نیستیم لاریجانی با بیان اینکه حقوق بشر غرب برای دفاع از مسلمین هیچ چیزی ندارد، خواستار سازماندهی سازوکار بین المللی برای دفاع از حقوق جمعیت میلیاردی مسلمین شده است. مجازات برخی روابط جنسی در ایران بر اساس قوانین اسلامی سنگسار است و مقام های جمهوری اسلامی بارها از این احکام اسلامی دفاع و به آن افتخار کردند. جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای بین المللی به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده. اما روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران همواره گزارش ها در این زمینه را رد کردند. محمد جواد لاریجانی هم در راستای مقابله با گزارش های نهاد های بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده که قوه قضایی جایزه سی هزار یورویی برای فعالان حقوق بشر در نظر گرفته است. لاریجانی گفته اولین جایزه حقوق بشری که مبلغ آن سی هزار یورو است به رئیس بیمارستان تخصصی کودکان قزه اهدا خواهد شد. در راستای همین احکام قرون وسطایی که لاریجانی از آن دفاع می کند اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین از شلاق زدن دیویست نفر در قزوین به جرم روز خاری در ملع عام خبر داد به گزارش سایت رسمی دادگستری استان قزوین آقای صادقی نیارکی گفته در ماه رمضان امسال 400 نفر به جرم روزخاری در ملای عام در قزوین دستگیر شدند. وی افزوده به برخی از این افراد تذکر داده شد و برای دیویس نفر هم پرونده تشکیل و ظرف 24 ساعت به پرونده آنها رسیدگی و حکم شلاق آنها نیز اجرا شد. دادستان قزوین اجرای حکم شلاق برای این دیویس نفر را اقدامی بی دانسته که مؤمنان نیز از این کار استقبال کردند. به گفته وی خوشبختانه اقدام دستگاه قضایی و انعکاس اقدامات انجام شده در جامعه بستر پیشگیری را فراهم کرد. گفتنی است در ماه رمضان امسال در برخی از شهرهای ایران حکم شلاق برخی از روز خاران در مله آن به اجرا در آمده بود. بر اساس قانون مجازات اسلامی هر کس که به طور علنی مرتکب عمل حرامی شود به حبس از ده روز تا دو ماه یا هفتاد و چهار ضرب شلاق محکوم می شود. ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیر مسلمان هم می شود و این افراد مجاز به روزخاری در ملعه عام نیستند حقا در میخانه ببستند خدایا یا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشن شلاق میزنن روز خاران رو صبح تا شب اعمال مناهی افت اخلاق دزدی سرقت جنایت همه را انجام میدن و روزم میگیرن زبان روزه حکایت امیر مبارز الدین بله اونم روزه میگرفت و بین افتار و سحریش یه سی چل نفر رو گردن میزد بین دو نماز یا وسط نماز میومد چند نفر رو گردن میزد و میرفت روزگاری که معزنه مساجد بالا میرود اما معزنه عقل و اندیشه فرو می نشیند و ویران می شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سخنان آقای سردار سلشکر سابق محسن رضایی و آرزومند کرسی ریاست جمهوری نشان داد و گفت کاخ سفید مدت هاست که از کمک جمهوری بلعت فقی به هماس با خبر است حارم جنساکی افزود کاخ سفید از مدت ها پیش می داند که ایران تسلیحات آموزش و کمک مالی به هماس می دهد او در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا با کشورهای حامی حماس وارد گفتگو شده تاکید کرد که این کشور با ایران صحبتی نکرده اما هفته گذشته با قطر که طرف صحبت مهمی است رایزنی کرده است به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این کشور در مورد مناقشه میان اسرائیل و گروه های فلسطینی با قطر و ترکیه همکاری و گفتگو می کند و امیدوار است این روند ادامه یابد گفتنی است که آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران که اخیرا نمکهایی را که خورده بود از یاد برد و نمکدان رفسنجانی رو شکست گفته بود فناوری ساخت موشک را ایران در اختیار گروه های فلسطینی قرار داده است آقای رضایی به شبکه العالم متعلق به رژیم گفته بود که مسئله مهم اکنون این است که رفت و برد دقت و برد این موشک ها بیشتر شود و بتوانند بعضی از مناطقی را که در دسترس نیست بزنند یعنی آدم بکشن تا اسرائیل هم واکنش شدیدتری نشون بده و آقایان در تهران کیف کنند که آتش به پا شده است و تعداد بیشتری کودک فلسطینی به قتل میرسد آقای لاریجانی جایزه سازمان حقوق بشرشون به یک پزشک ای میده پزشک فلسطینی و فراموش میکنه که کودکان در ایران وقتی مورد تجاوز هم قرار میگیرن ادعا میکنن که اینا خودشون دلشون میخواست آقای محسن رضایی گفته بود که مهمترین مسئله اکنون این نیست که مرتبا سلاح از بیرون وارد شود بلکه مهمترین نکته این است که نیروهای مقاومت امروز خود سلاح و تجهیزات و موشک میسازند حرفهای آقای رضایی همیشه باید روش تعمل کرد به چه دلیل ادا شده ادا شدن این هم دلیل و سبب داره ایشون همیشه میخواد بگه کسیست و نقشی دارد در حالی که اونجا واقعا اعتنای کسی به محسن رضایی نداره فقط آقای خامنه ازش خواسته بود یه مقدار به هاشمی حمله کنه تا هاشمی رفسنجانی بداند حتی برکشیدگانش از مقام معظم ولایت گرفته تا محسن رضایی همه گوش به فرمان آقای خامنه است. وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری از اسرائیل و فلسطینی ها خواست آتش بس غزه را رعایت کنند و این رو مبنای حرکت به سوی مذاکراتی وسیعتر قرار دهند. فلسطینی ها که آمادن این اسرائیلی که سرباز میزنه و تعهدات خود رو دائما نقض میکنه رویتر از جان کری وزیر خارجه آمریکا نقل کرده که در گفتگو با بی بی سی گفته وی حق اسرائیل را در دفاع از خودش تاکید میکنه هیچ کشوری نمیتواند تحت این شرایط زندگی کند و آمریکا با قاطعیت از حق اسرائیل برای دفاع از خیش حمایت میکند حق فلسطینی ها چی آقای کری در پاسخ به سوال دیگه درباره این که آیا او از مطالبات فلسطینی ها برای رفع حصر غزه حمایت میکند گفت چیزی که ما میخواهیم انجام دهیم حمایت از میل فلسطینی ها برای بهبود زندگیشان به دست آوردن غذا و باز کردن گذرگاه هاست در همین حال اسرائیل میگوید تمامی نیروهای زمینی خود را از نوار غزه خارج کرده است به گفته پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل سربازهای آن کشور با آغاز آتش 72 ساعته در مرز باریکه غزه در موضع دفاعی قرار می گیرد. اسرائیل و گروه های فلسطینی برای برقراری آتشبسی 72 ساعته که مصر آن را پیشنهاد داده بود از هشت صبح روز سهشنبه چهارده مرداد به وقت محلی آتشبس را آغاز کردند. در این زمینه به توافق رسیدن و امیدواریم که این آتشبس ادامه پیدا کنه ایزدی ها اقلیتی که در عراق یکی از غنیترین فرهنگ ها و آینها رو دارن و همگاه نماد فرهنگ و نماد پیشرفت و نماد توسعه بودن و ذهن باز در معرض خطر نابودی قرار گرفتن نماینده ایزدی ها در مجلس راه گفته تروریست های داعش تا کنون 500 مرد ایزدی را اعدام کرده و 500 زن را نیز به اسارت بردن میدونید که این زنها کنیز به حساب میان و میتونن متصرفشون بشن حتی اگر باردار باشن و در طول دوران جنگ های اسلامی ما از اینا زیاد دیدیم و بسیارم تلخ و دردناک بود این نماینده گفته 170 ایزدی که 70 نفر از آنها نیست کودک بودن طی روزهای گذشته به دلیل اوضاع بد انسانی جان خود را از دست دادند به گفته آقای دخیل اوضاع امنیتی در استان نینوا در شمال عراق بسیار خطرناک است و منجر به آوارگی سی هزار خانوار از منطقه سنجار شده البته این رو بگویم که نیروهای پیشمرگه سنجار رو محاصره کردن در بعضی از بخش شهر وارد شدن و موفق شدن که داعشی ها رو بیرون بزنن ولی به هر حال نماینده ایزدی با تاکید بر اینکه فرقه ایزدی به دست داعش از بین خواهد رفت گفت حکومت مرکزی و اقلیم وظیفه دارند که هر چه زودتر اختلافاتشون رو کنار بگذارند و برای نجات ایزدی ها و مردم عراق همکاری کنند البته مشکل عراق در درجه اول وجود مردی است به نام نوریال مالکی که حاضر نیست کرسی قدرت رو رها کنید در افغانستان عصبانیت یک سرباز افغان که میگویند سه سال بود به خدمت ارتش در آمده بود باعث شد او به سوی شماری از نظامیان غربی از جمله یک جنرال دو ستاره آمریکایی آتش بگشاید این جنرال به قتل رسید بلند ترین نظامی آمریکایی از جنگ ویتنام به بعد که به قتل میرسه تعدادی از نظامیان آمریکایی و غربی در سالهای اخیر دوچار جنون این سربازان شدند که بعضا دل با سکندر و دست با دارا دارند و به معنای دیگر دلشون با طالبان است و با ارتجاع و تحجر ولی حقوق دولت رو میگیرند و لباس سربازی بر تن میکنند پانزده نظامی دیگر مجروح شدند که نیمی از آنها آمریکایی هستند و اینا در دانشگاه نظامی مارشال فهیم بودند دانشگاهی که بعد از درگذشت وزیر دفاع پیشین و معاون رئیس جمهوری افغانستان قاسم فهیم به نام او نامگذاری شد به گزارش آسوشیتد پرس یک سرتیپ آلمانی نیز در میان مجروحان است ارتش آلمان میگوید که وی تحت درمان قرار گرفته و خطری زندگی او را تهدید نمی کند مردی که لباس ارتش افغانستان را بدتن کرده بود در اردوگاه قرقه در نظر این دانشگاه به سوی نیروهای خارجی آتش گشوده است این نیروگاه در قرب کابل قرار دارد حال این امر در نزدیک به سیزده سال جنگ افغانستان بی سابقه است و نیروهای خارجی خود را آماده می کنند برای خروج از افغانستان این حادثه را با تلخی ازش یاد میکنن که یک جنرال بلندپاییه که میخواد افغانستان رو نظامیانش رو آموزش میده و دوچار این حمله بزدلانه قرار بگیره در مصر دولت مصر که مبشر خیر برای مردم هست و وعده داده آقای عبدالفتاح سیسی که زندگی مردم رو به زودی تغییر بده پروژه های بسیار مهمی هم داره که بعضا با کمک خود سرمایداران مصری به اجرا در میاد ایشون گفته کانالی دیگر به موازات کانال سوئز که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل میکنه دولت مصر گفته احداث خواهد کرد فرانس 24 گفته این پروژه به موازات کانال سوئز به طول 72 کیلومتر ایجاد میشود و اجرای آن میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت البته طبیعتا سرمایه گذاران خارجی و عرب این هزینه رو میپردازند کانال سوئس 5 میلیارد دلار برای مصر آیدی دارد و کانال جدید میتواند این آیدی را دو برابر کند در پایان آن سوی خبر همه شما عزیزانم را به پروردگار بزرگ می سپارم و تا فردا با شما بدرود می کنم.